بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز کانال آقای ربات. من محمد رضا آبادی هستم، با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم در خصوص مشکلی که برای دوستان پیش اومده در مورد لایو سرور توی ویژوال استودیو کد، و بخاطر همین یه ویدیو در موردش درست کردیم و خب ظاهرا دوستان مشکلشون رفع نشده. با استفاده از سرچ که من توی اینترنت انجام دادم و توی استک اوورفول و خیلی جاهای دیگه پرسجو کردم، یه سری راه حل هایی بهم پیشنهاد دادم که حالا با هم دیگه اینا رو انجام میدیم. امیدوارم که کارتون راه بیفته و مشکلتون برطرف بشه. خب بریم سراغ راه حل ها. اول راه حل اینه که بیام سراغ قسمت اکستنشن ها و لایو سرورمون رو بیاریمش. خب میتونیم اول دیزیبلش کنیم و ریلود ریکوید انجام بدیم و بعد از این بیایم و اینیبلش کنیم. یه سری دوستان گفتن که مشکل اون چیز در راه حل نشد و حالا ما به ترتیب این راه حل ها رو میریم جلو. لایو سرورمون دوباره می نویسیم و اینیبلش میکنیم. این دیزیبل باید نوشته شده باشه تا فعال باشه. اگه اینیبل بود اینجا نوشته بود اینیبل، یعنی که این لایو سرور ما غیر فعاله. بعد رو اینیبلش کلیک کنیم تا این دیزیبل اینجا نمایش داده بشه که فعال بشه. الان لایو سرور ما فعال است. اگه با این بازم کارتون راه نیفتاد میتونید اینا کلا آن استالش کنید و دوباره نصبش کنید. بعد وقتی این پیش میاد که حتما باید آن استالش کنید و بعد دوباره نصبش کنید تا فعال بشه. این از این مورد. و میتونیم اینجا کلیک کنیم و extension setting یا از همینجا بیاییم و لایو سرور بیاریمش. و همینجا کلیک راست کنیم و extension setting رو کلیک کنیم. و توی اینجا حالا این تنظیماتی که توی سی سایت ها بهم پیشنهاد کردن انجام دادم. حالا با هم دیگه میبینیم که اگه انجام بدید امکانش هست که کارتون راه بیفته. این کدای هستش که پیشنهاد شده و که توی اینجا بذاریم و که لایف سرورمون کار کنه و مشکل نداشته باشه. حالا این پورتی هم اینجا من انتخاب کردم، این پورت هستش. اگر ممکنه برنامه نصب کرده باشید جدیدن یا که اون پورتی که مال این قسم مال لایف سرور هست و اشغال کرده و لایف سرور نمیتونه از اون پورت استفاده کنه، میتونه اینجا پورتش رو عوض کنید. پورت پیشفرضش 5520 هستش که میتونه اینو تغییرش بده. و نظر گرفتیم براش این از این. و این کد رو من توی دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدم که بتونید بردارید و استفاده کنید ازش. این از این مورد. و حالا یه سری تنظیمات دیگه هم اینجا هستش، تنظیمات پیشفرض خودشه. حالا اگه شما تغییر کرده میتونید برید و ببینید که مثل مال ما هست اینش یا نه، شبیه هم تنظیمات مال این لایف سیور من کنید. اگر کارتون راه نیفتاد هنوز خب این تنظیماتی بودش که مال خود همین لایف سرور هستش. ببندیم، اینم ببندیم و این نکته هم فراموش نکنید که با حتما اینجا سیف کنید، یعنی برنامه دونه سیف. اگر لایف سرور اجرا میشه ولی خروجی نمیده میتونید بعد اینجا حتما سیف کنید. من حالا رو حالت اوتو سیف گذاشتم، خودکار سیف میکنه. اگر رو حالت اتو سیو نیست و اینجا تغییرات اعمال کردید، وقتی این دایره سفید اینجا نمایش داده میشه به خاطر اینه که سیو نشده و باید کنترل اس بزنید که سیو کنه. حالا یا به این شکل یا اینجا روی حالت اتو سیو گذاشته باشه که خودکار خودش بیاد و سیو کنه تغییرات ما رو. خب مجددا میایم به این قسمت و لایف سرور رو میاریمش و قسمت لایف سرور سیتینگ یوز لوکال آی پی.
اگر کارتون با کلا همه این کارا انجام داده و هنوز هم مشکلتون برطرف نشده و لایسر اجرا نمیشه، میتونید از با استفاده از IP استفاده کنید. با IP بیاین و لایسر رو اجرا کنید. بریم با هم دیگه ببینیم. Open with live server. خب این هنوز نه درست شده. این الان با IP اومده و این کار انجام داده که و با پورت این البته پورتش هم اینجا هستش. میتونید پورتش اگر کار نداره پورتش عوض کنید و با IP هم اینو بیاریدش بالا. حالا یه راه دیگه هم هستش، میتونیم بیایم و همینجا تایپ کنیم که لوکال هاست دو نقطه و اون پورتی که باش در نظر گرفتیم اینجا بنویسیم. اگه پورتش رو تغییر ندادیم میتونید همون 5520 رو بزنید، ولی خب اینجا پورتش رو تغییر دادیم و همون پورت رو مینویسیم و اینتر میزنیم و حالا به این شکل برامون نشون میده و اینجا میتونیم اون فایلمون رو انتخابش کنیم و به حالت لایو برامون نشون میده. مثلا من میام اینجا این تگ پی رو حذفش میکنم، میام اینجا و میبینیم که حذف شده و جواب میده. امیدوارم که کارتون با این راه ها را بیفته و مشکلتون هم برطرف بشه. اگر کار نداد دیگه باید برید سراغ سایت های برنامه‌نویسی که قسمت پرسش پاسخ دارن و اونجا سوالاتتون رو مطرح کنید، جواب میدند، مطمئن باشید. ولی خب این الان راه حل هایی بوده که من تونستم پیدا کنم. امیدوارم که با این راه حل ها کارتون راه افتاده باشه و مشکلتون برطرف شده باشه. سایت های مثل استک اوورفلو که خیلی از متخصصان تو اونجا هستن و به سوالاتش ما جواب میدن، میتونید اونجا سوالاتتون بپرسید. توی سایت استک اوورفلو برید و قبل از اینکه سوالتون رو بپرسید مطرح کنید، بهتر که یه سرچ انجام بده ببینید که آیا کسی قبل از شما این سوالا پرسیده یا نه. که اگه کسی اون سوال پرسیده دیگه نمیتونه شما اون سوال جواب بده، میتونه همون زیر اون سوال اون طرف بنویسه که مثلا من مشکلم با این راه حل که اینجا به شما گفتم حل نشده و اونجا متخصص میبینم و میتونم بیان به شما راه حل های خوب پیشنهاد بدم. دوستتون دارم. تا ویدیوی آموزشی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.